بسم الله الرحمن الرحيم. دا درسي روز گذشتا دا برنامه کویک بوکس ما دا مینوی وندر تا بخش بینکینگ تا ترانسفر فنڈز صحبت کرده بودیم که از یک اکاونت بانکی خود به دیگه اکاونت بانکی و یا هم اکاونت های دیگی که است پول روان کنیم دا بین اکاونت های خود دفتر ما نه از دیگران. موضوع دیگه که از ریکنسایل همه است. ریکنسایل اصلا برابری رو میگه. به طور مثال من اکاونت بانکی دارم در کابل بانک است یا در پشتنی بانک است و از او اکاونت که است اما معاشات کارمندار رو پرداخت میکنم، هم بعضی کارمندار یا وندرهای خود چک هم میدیم که بهتری تو از بانک پول بگی صحیح است. خب هر ماه بعد مردم چی میکنن؟ اکاونت های خود ریکنسایل میکنن. هر یک ماه بعد بعضی مردم هایی که لط هست این داخل سال ریکنسلیشن میکنن، باید داخل ماه چی شود؟ ریکنسایل شود اکاونت هایتان، یعنی تصفیه شود حسابایتان که چیزی کار استیتمنت که برای ما بانک روان کرده از این اکاونت. هر ماه بانک استیتمنت روان میکنه یا نمیکنه؟ او رو تو مقایسه میکنی با اکاونتی که با رجستری اکاونتی که در کویک بوکس است، میبینی که بیادر ترانزکشن هایی که بانک دبیت و کردیت کرده، ترانزکشن هایی که ما دبیت و کردیت کردیم در کویک بوکس با هم یکی هست یا نیست صحیح است. این میره ریکنسایل میگه. اگر یکی نباشه اونو مشکلش پیدا میکنی، او رو چی میکنی؟ به اینجا برابر میکنی. ریکنسیلیشن یا ریکنسایل ای را میگه. خب ما در اینجا ببینین چندان اکاونت داریم، یک پشتنی بانک است و یک ای ای بی بانک است. امی اکاونت های افغانی را کشه ریکنسایل میکنیم. اگر باید کن باشه ما از امی اکاونت ها که است پول چیزارم داده بودیم، چکم داده بودیم. ما فقط یک دفعه میخوام ببینیم که از پشتنی بانک ما کدام چک چیزی دادیم یا ندادیم. چی میکنم؟ میایم در مینوی بینکینگ، یوز رجیستر کلیک میکنم و میگم برای ما چی کار کن؟ اکاونتی پشتنی بانک میگم برای ما رجیسترش نشان بده که چی شده چی نشده. اوکی کلیک کن. از اینجا ببینیم کدام چک دادیم، بله چک دادیم. صحیح است؟ با جوار خیل بخاطر رنت اکسپنس چک داریم. خب در این اکاونت ها که شما ببینین کل پیمنت هایی که از اینجا ما انجام دادیم و کل دیپازیت هایی که شده در این اکاونت کل شده اینجا برای ما نشان میده. در ریکنسایل هم که اصلا قسم است، یک طرف به تو که اصلا پیمنت نشان میده، پیمنت و چک که چقدر از این اکاونت تو پیمنت کردی و به مردم چک داری، و دیگه طرف که اصلا به تو دیپازیتار نشان میده که چقدر پیسه در این اکاونت دیپازیت شده. او را با هم میبینی. اگر دیفرنس داشت به این معنی که بعضی اکاونت ها هست که در بانک در اوجه یا پروسس نشده پیشی ما پروسس شده و یا پیشی ما پروسس نشده در بانک پروسس شده، تفاوت وجود داره. او را باید پیدا کنی. صحیح شد؟ ای را ما بخواد ای را میگه ریکنسیلیشن. خب میایم ایره بسته میکنم، میره که بسته کردم میایم میگم بیادر ما میخوام که اگر اکاونت خود ریکنسایل کنم. ایره کلیک کن. خب بیادر کدام اکاونت میخوای ریکنسایل کنی؟ میگم پشتنی بانک ریکنسایل میکنم. صحیح است؟ ریکنسایل که میکنی تو باید استیتمنت دیتا پیدا کنی که با کدام تاریخ بانک به تو استیتمنت داد. سرک آل کدام ماسته؟ مای سیوم است. از یک ماه پیش بعد چی میکنم؟ ما برتن گفته بودم که ما با ما چی میکنم؟ ریکنسلیشن میشه. این حال از مای گذشته را از مای گذشته در اینمی تاریخ که از پیش تو در این اکاونت چقدر پیسه بود او را در اینجا نوشته میکنی. صحیح شد؟ بگیرینگ بیلنس از این اکاونت که بود صفر بود، داول در هیچ پیسه نبود. ما چی میکنم؟ ایرو خب ما اوائی کار میکنم، نه برای ما بانک کدام سیتمنت روان کردن نه چیز دیگه کردن. ما میم در اینجا در ریپورت که آمدم در کمپنی فینانشل آمدم در بیلنس شیت میم در بیلنس شیت که آمدم اینمی پشتنی بانک دبل کلیک میکنم و در اینجا دیتش انتخاب میکنم. میگم از اول جنوری
تا 28 فبروری برای ما چکو ستیتمنت نشان بده. دهی چقدر پیسه بود؟ 100,000 افغانی بود. بیلنس صفر بود. هیچ چیز نبود. متوجه هستین یا نیستین؟ خب آلی بیلنس چقدر؟ آلی پیسه از خود. دهی تاریخ بیلنس چی بود؟ صفر. ما که ریکنسیلیشن هم میکنم بخاطری مای گذشته ریکنسیلیشن میکنم. آمدم چی میکنم به اینجا؟ برش میگم که بیدر ریکنسایل کدام اکانت ریکنسایل میکنی؟ اینمی اکانت ریکنسایل ستیتمنت دیت که هست اینمی دیت هست. خب اندینگ بیلنس دهی تاریخ چقدر بود؟ صفر. خب این کار که انجام دادی بعد از اون از پیش ما برسان میکنم بیدر بعضی اوقات میشه که بینک هست از ما اکانت بانکی ما که هست بینک سرویس چارجز کت کده باشه و ما در کویک بوکس نرسانده باشیم گوره برای ما میگه آیا کدام اقسم کدام چارجز هست که بینک به نام بینک سرویس چارجز از پیش منفی کده باشه و تو در اینجا درج نکده باشه پیش خودت نوشته کده ایجا میگم نه ایتو کدام که به نشده تانوس اگه بود ایره نوشته میکنی تاریخش هم statement date شکسته اینجا نوشته میکنی و در اینجا اگه account انتخاب میکنی به نام بینک سرویس چارجز صحیح شد. به مو شکل اگر تو چیزی را مفاد به دست آورده باشی سود به دست آورده باشی از بانک و بانک او را در اکاونت تو دیبیت کرده باشه تو خبر نداری او را در اینجا میشه که نوشته کنی. بخاطر از اگر نوشته نکنی خب بازم بیلنس تفاوت پیدا میکنه یکسان نمی باشه پیش تو ثبت نیست پیش رو ثبت کرده او را باید اینجا نوشته کنی که دیفرنس صفر شود و در اینجا به نام ادر اکاونت ادر انکم باید یک اکاونت داشته باشیم یا ادر انکم یا انترست ارند یا انترست انکم هر چی که نوشته میکنیم. بعد از او ریکنسایل کلیک میکنیم. ایره که کلیک کردیم آلی برای ما چیزی چک و پیمنتی که ما از امی اکاونت کردیم در این طرف نشان میده برای ما و چیزی دیپازیت یا ادر کردیتس کردیم در اینجا برای ما نشان میده یعنی در اکاونت چقدر پول آمده زیستا و چقدر از این اکاونت ما پول پرداخت کردیم و این ریکنسیلیشن هم که هست به خاطر کدام تاریخ است فور پیریود مای دوم تاریخ 28 است. خب ما چی میکنم در اینجا ببین فعلا کل چیزا صفر است. اول میایم دیپوزیتی که دی اکاونت شده او انتخاب میکنم میگم 100,000 افغانی دی دیپوزیت شده متوجه استی؟ با مو شکل 100,000 افغانی را عزیز ما چی کردیم؟ با حضرت علی صافی چی کردیم؟ پول دادیم ای رای طرف انتخاب کردیم چک دادیم یا پیمنت کردیم هر چی کردیم قرض گرفته بودیم نه او را پس چی کردیم؟ با حضرت علی صافی پرداخت کردیم فلن بیلنس چیست در؟ دیفرنس چیست در؟ زیرو است. با مو شکل برای ما میگه دی اکاونت که است 10,000 افغانی دیگه دیپوزیت شده شده نشده اینجا برای ما میگه با مو شکل دیگه 5,000 دیپوزیت شده دی اکاونتی تو و دی اینجا برای ما میگه که بیدار ای طرف سل کو برای ما میگه که 5,000 با جبر خیل تو از جای چک داری پیمنت کردی صحیح شد. آلی بیلنس ما چقدر تفاوت ما چقدر است؟ 10,000 است. صحیح؟ با مو شکل برای ما میگه باز دی اکاونت که است پیسه ترانسفر شده. خب اگر شما میگین که ما فقط میخوام که چند دانه دیپوزیت چیز کلیر کن دیگه چه میمونم ایره انتخاب کو ایره انتخاب کو و ایره دور کو سر کو فقط اینمی دیپوزیت کی شده ایره که ما پاس پیمنت کردیم در اینجا چک پیمنت کردیم تانوز که است دیپوزیت و چک پیمنت چیستا یکسان است و دیفرنس چیستا صفر است صحیح است. ایره خما برتن منوال میگیم شما باید ایره به اساس راپور بانک بینک ستیتمنت شما ایره چک کنید مطلب زما واقع است بینک ستیتمنت تاسو ولی که تاسو ګوري چې پاره کې کم ترانزیکشن ال تا ریکارڈ شوه دلته نه ریکارڈ شوه او جو ریکارڈ شوه ایجو ریکارڈ نشوه او رو شما چی میکنین؟ ادجست میکنین، ریکارد میکنین. اگر در اینجا نباشه او ریکارد او ریکارد نکده باشه شما ریکارد کردین او رو باید شما ارد کنین در اونجا او سپوری او گوره در چیشو دفرنس لیت نلشت سفر دی در دو دانه
ای دو دانه کیس یک دیپوزیت و کردیت کیس که یکش 10,000 است یک 50,000 است. ای کیس ده اینجا کیس تانوس کلیر نشده. چرا کلیر نشده؟ به خاطر از اینکه اینقدر پیسه اتمن در اکانت ما فعلا وجود داره. بیا ده اینجا ده مینوی لیست بیا ده چارت اف اکانتس بیا ده اینجا بیا ده اکانت چقدر پیسه است؟ 60,000 است یا نیست؟ اگر ما کل زیرا ایرم مارک آل کنیم ایرم مارک آل کنیم برای ما میگه تفاوتی اکاونت چقدر است؟ دیفرنس 60,000 است. میگم صحیح است، مشکل نداره. به خاطر از اینکه او خاطر پیسه ما توجه دارم لرم کنه لرم زالتا. اگر ای تور می شد که دیجا دونج دا اکاونت ما صفر بود بالانس چی می بود؟ صفر می بود و تو د اینجا چی انتخاب میکردی؟ و د اینجا بر منفی 60 می آمد باز اشتباه می شد. ای تور هم می شد که ما برش اینجا بیایم میره پس کنسل کنم بیایم به اینجا دا ریکنسایل بیم برش میگم بیدر اینمی اکاونت ما ریکنسایل میکنم فلن اندنگ بیلنس دی اکاونت ام رایم چقدر است؟ 60,000 است. چند است؟ 60,000 است. دیگه سرویس چارجز و انترست ارن ای چیز ندارم ریکنس کنتینیو کلک میکنم آل سیل کو دا اینجا یار کلش که انتخاب میکنم دیفرنس چی شده؟ صفر شد نشد. یعنی حساب اکاونت ما که هست منظم است پاک است هیچ تفاوت وجود نداره. اینه قدر خو سل کو من ماشین حساب میکشم. خب کل پیسه که در اکانت ما آمده 100,000. خب ببین 100,000 جمع 10,000 5,000 15,000 هست یا نیست؟ جمع 50,000 صحیح شد. اول امی اندینگ بیلنس از پیش منفی میکنم چقدر بود؟ او خواست فعلا از این باید چی شود؟ کم شود 60,000. چقدر بود؟ 1,500,000. حال این طرف میم چک و پیمنت که ما کردیم این مساویس با 1,500,000 یاره نیست؟ 100,000 جمع ببخشیم 100,000 500,000 1,500,000 میشه نمیشه؟ این مساویس هیچ تفاوت نداره صحیح شد. بعد از او ریکنسایل ناو کلیک میکنی ایره بخاطر از این ریکنسایل میکنیم که برای ما کل ترانزکشن ها چک شد که بیادر تا اینمی تاریخ حسابی اینمی اکانت هایت کل چیست پاک است مشکل نداره. میام ریکنسایل ناو کلیک میکنیم ایره که کلیک کردی برای ما میگه راپور چه قسم میخوایی تنها سماری رو نشان بتم یا دیتایلش رو نشان بتم یا بود اردویش رو نشان بتم. میگم تنها دیتایلش رو نشان بتم دیسپلی کلیک کن. اینو برای ما ایجا میگه که بیادر دینی اکانتیت که هستا چک و پیمنت که کلیر شده حسابش پاک شده یک پیسه یک دفعه آمده حسابش پاک است باز چک داری ببخشن پیمنت کردی 100,000 به 1,000 توری پاک شده باز چک داری به جبر خیل ایم پاک شده مکمل توتل چک و پیمنت تو چی رقم است؟ 1,500,000 افغانی است. با مو شکل ده ای که پیسه آمده بود یک دفعه دیپوزیت شده بود صحیح است 100,000 باز دیپوزیت شده باز دیپوزیت شده باز دیپوزیت شده مکمل چقدر میشه؟ 1,065,000 افغانی و به مو شکل و توتل کلیر ترانزکشن که است 60,000 افغانی بخاطر از اینکه ای چیست برای ما شما اندینگ بیلنس هست برای ما صحیح است. کلیر بیلنس تو چقدر است؟ 60,000 افغانی است. یعنی اندینگ بیلنس تو چقدر است؟ 60,000. یعنی هیچ تفاوت نداره تا اینی تاریخ کسی ترانزکشن ها کلش حساب چی شده؟ پاک شده پاک است. مشکل نداره. اگر اینطور میشد که مثلا تو به یک مشتری نه وندر یا ایمپلوی چک داری صحیح است چک داری و او از بانک استیتمنت ها برت روان کرد ده اونجا وا ثبت نکرده بود و تو ثبت کرده بودی باز چه رقم میکنی؟ او را میمانی ده مای دیگه ده اونجا باز کلیر میکنی. مثلا یک نفر ما چک دادم تو وندر ماستی صحیح است که بیدار این قپیسی تاست این چک از برز بانک بگی تو هیچ ده ای ما نرفتی ده مای دیگه رفتی بانک استیتمنت برم روان کرد ما اینجا پیش ما 1,010,000 افغانی بود 10,000 وقت اخیری به یک نفر چک دادیم این نفر نوجوان هیچ نرفته از بانک پیسه نگرفته او کی استیتمنت روان کرد بانک برای ما دوجه 100,000 است پیش ما 1,010,000 افغانی است چرا کم میکنی؟ او چک و پیمنت کیس او را انچک میکنی او را میمانی باز ما دیگه او را ریکنسایل میکنی کلیر میکنی مطلب ما واقعست ریکنسیلیشن ما بخاطر از استفاده میکنی. خب یه بود کماندی چی؟ ریکنسیلیشن. دیگه بینگ فید هستن وقتی که آنلاین کوئک بوکس با اکانت های بانکی تلنک کرده باشی از اوجه میخوای فید
برد بیا مثلا نوتیفیکیشن بیا، یا می خوای که مثلا ترانزیکشن ها را دانلود کنی، خو یک شم کار نمیکنه به خاطر اینکه سیستم ما شما نداریم. ادر نیم لیست است، ادر نیم لیست به خاطر از استفاده میشه. یک خو ویندر داریم ما شما، کاستمر داریم، امپلوی داریم، یک اینی نام است. بدون از بعضی نام های دیگه که ما اد میکنیم، مثلا صاحب خانه است یا یک کس دیگه است، ای ده اینجا میاد دلست که بیاین ادر نیم لیست ده اینجا ماست و ده اونجا ماست. اگر شما اون نامه را میخواستین ببینید، ای را کلک کنید برد نشان میده که تو یک علیس، یک ازت ولی صفحه است، یک جوار خیلی، ای را ده ادر نیم لیست شما اد کرده، دیلیت میکنید، دیگه جور میکنید، رایت کلک کنید و انتخاب کن میشه جور کرده میتونه. دیگه گیت فایننسینگ با مو شکل است. دا گورا کل چه منگا یو میک جنرل جنرل انتریز دل دری کارت کو سعیده یو این ترانزیکشن ما ریکارد میکنم. مثلا ما ترانزیکشن افغانی را ریکارد میکنم، میگم بیادر ما پیسه دادم. بخاطر چی پیسه دادی؟ میگم بخاطر پرینتینگ و ریپروڈکشن پیسه دادم، یا رنت اکسپنس کرای خانه را پرداخت کردیم. کرای خانه را که پرداخت کردی، میخوای نام مو صاحب خانه را مشخص کنی تو دیجا. فعلا دیجا نیست، نه در لیست کستومر است، نه در لیست وینڈر است، نه در لیست امپلای. مجبور استی از ادر نیم لیست باز انتخاب استفاده کنی. و وقتی که در اد نیو میری اینجا برد میگه ایره در ادر نیم لیست اضافه میکنی، در وینڈر اضافه میکنی، در کستومر یا در چی؟ ولی خود نه وینڈر ماست، نه کستومر ماست، نه امپلای، مجبور است در ادر نیم ایره اضافه کنی. ایده این بدون کستومر و وینڈر دیگه که میه او را دوجه اد میکنی. میایم دمینوی خو ای کماند که از ام آنلاین کار میکنه سویستا و ایرم ما کار نداره. میایم دمینوی کمپانی ریپورت خو انشاءالله زیادتر شمی فهمید چه قسم ما کستم ریپورت جور میکنیم سویی سوره باز ما کپ میزنیم داخل دمینوی کمپانی. بعضی اوقات میشه که هوم پیج گم شبه، ای که گم شد از این طریق هم شما آورده میتونین ایره کلک کنین و از این طریق هم میشه که در اینجا بین هوم پیج باشه نباشه این کلوز کریم هوم پیج پس بریم و میره. ایره گفته بودیم نه که هوم پیج ایره میگه. در هوم پیج که یک هوم پیج است که همی کارهای اساسی که در کویک بوکس پروسس میشه رو نشان میده که یک وندر است، یک کستومر است، یک امپلایس و طریقه کاریش هم نشان میده بریم و دینجا هر کدامیشه با شکل گرافیکل رپریزنتیشن نشان میده. و در این طرف دیگه اکاونت هایی که بریم ما نیاز است، مثلا چارت اف اکاونت، اینونتری اکتیویتی، ریکنسلیشن، میک دیپوزیت، رایت چک، کلش همیجا است. و بیشتر از یار خواندیم، ما که فکر میکنم چارت اف اکاونت خواندیم، اینونتری اکتیویتی خواندیم، آیتم اند سرویس خواندیم، آرڈر چکس آنلاین میشه، کلندر والی میایه، ریکارد دیپوزیت خواندیم، ریکنسلیشن خواندیم، رایت چک خواندیم، چک رجیستر خواندیم، یعنی خان کلش خواندیم، پرینت چک خواندیم، صحیح شد یا کلش کار کردیم. دیگه اینجا دیگه خو دیگه امر ما انسایت است. انسایت وقتی که ما شما ملتیپل کرنسی رو فعال میکردیم، اگر باید تن باشه برای ما میگفت که بهتر اگر توی استفاده میکنی غیر فعال میشه، ولی اگر کلیک هم کنیم کار نمیکنه. sorry but insight isn't available in the company file that you use multiple currency. صحیح است. دا ای بسیار خوب آپشن است. مل انسایت کمپانی انسایت بسیار کمانډ مهم است برای ما به شکل مقایسوی، به شکل انفرادی راپور پروفیت اند لاس برای ما نشان میده، مصارفات برای ما بتنه نشان، عایدات نشان میده، بسیار خوب بخش است. اینو شما در کویک بوکس یک کمپانی جور کنین ملتیپل کرنسی رو فعال نکن برتن بس فایده شما معلوم میشه. مثلا یک قدم جایگزینی دیگه نه در کمپانی سناپ شات خو از هر جای تو معلوم کردن میتونی. مثلا میخواستی که عایدات معلوم کنی اینجا بیا ده اینجا که اومدی مثلا د پروفیت اند لاس بیا اینجا کلش برای ما نشون میده مکمل. بالکل میشه یعنی یک کار شما چندین دفعه دیدین که ما چندین جای انجام داده میتونیم. یعنی مثلا ما از این طریق میتونیم که عایدات خود ببینیم، صحیح است. از این طریق میتونیم عایدات خود از این طریق میتونستیم از کمپانی اسنپ شات که ما اکاونت پیبل خود ببینیم و د بالانس شیت ما میتونستیم که از جمع اکاونت پیبل خود ببینیم، صحیح است. اکاونت ریسیول خود از اونجا میتونستیم د بالانس شیت برای ما نشون میده که اکاونت ریسیول ما چقدر است. سازندگی فایل که شکل ملتیپل کرنسی فایل شوا همون دی کمپنی بل فایل کریٹ کرو دیگه دا بارا ملتیپل کرنسی اما فایل وی سلفی سر بکن خود دیجی ملتیپل کرنسی استفاده که تا استعمال کرده دا بکن تو غواره چی دا فایل جو
نه نه نوې کمپنی وای نه 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 چې څه رقم ته جوړه اخېسته خپله خوښه ده دې کمپنی فایل کې بیا نه کوي کار ګوره داسې دی دغه کمپنی فایل کې چې ما چیر جوړ کړي دي دا ټولې خبرې په همدغه کې پاتې کیږي بس کویک بوکس کې ته چې کوه مثلا بالکل بل کمپنی فائل جوړه ملٹیپل کرنسی پہ فالے ڈالر اور فن دوڑا پہ استعمال ہے صحیح صحیح تھا وقت کو ملٹیپل کرنسی ہوا تکنیکنی فقط دامی کمپنی کی جوڑی دی نبی کار بس دیگا کار میں تھا دی بیا کمبائن ریپورٹ جوڑی کی دی دوڑا فائل نا تو دسی کول ہے شیش مثلا داگا جدا ریپورٹ جوڑ کی دی جدا ریپورٹ جوڑ کی دا کمپنی فائل تا سر دخبل کمپنی فائل ریپورٹ واسی بس پوش بھی بیا کول ہے شیش کمپیر کی مشکل نشتا دی تدیم ایک ہے کہ ایکسپورٹ کے دغبل میں ایکسپورٹ کے ایکسل دیوار ہے پر شکل دے کمپیریشن وہ ہے اوپر سچے دا تو نہ دے دا دس دس پوچھ ہو نو علی میں دا ہوم پیج دا ہوم پیج کیا ستا ہوئی گبا اس ہوم پیج بود دیگا امرای ما شما چی ستا کمپنی سناپ شاٹ اسی گفتہ بودیم کہ اگر تو می خواستی کہ یک او شارٹ اوورویو کمپنی تا ببینی کمپنی سناپ شاٹ سناپ شاٹ ایک تصویر میگه نه ایک تصویر از کمپنی تا میخواستی ببینی مثلا تصویر عمومی از کمپنی تا میبینی دی خوال برد نشان میده که بیدر آیدت به اساس ما سلکو دی مای فبروری آیدت خوب بود مصارفاتت کم است دی مای دیگه هم نام خود خوب بود آیدات تا و مصارفات کم بود اگه میخواستی که نه صرف از این ما رو نشان بده برای ما باز از جیرم شما مشخص کرده میتونیم اگه میگی صرف از امروز نشان بده ای چیزم نیست به شکل گراف نشان میتونم میگم نه چی کو آلا برای ما نشان یا میگم دست یه رو برای ما نشان بده این دست یه رو برای ما نشان میتونم دیگه پریویس ایر اینکم اگه میخواستی ببینی صحیحسته؟ ایجا بیا برش بگو که سال گذشته ما چه رقم است از به اساس کوارتر میخواستی به اساس منتلی میخواستی به اساس ایر میخواستی صحیحسته؟ ایرا چون از سال دیگه ما نداره میبینی جا بیخی صفر است این یک ترانزکشن است که در سال 2021 چی کردیم او چیست بسیار کم است اینجا میبینی اوپنینگ بیلنس آفرین او چیست 6000 نه 650 افغانی است ای اوپنینگ بیلنس نیست نمیدونم که چی بالا سر چی کرده است واسط ریکارد شده گیست برای ما معلوم نیست کلیک کو برتن شو می تر چی کی بود این ترنینگ اینکم است تاریخ ما شما عین سال دیگر انتخاب کردن فکر کنیم صحیح است؟ خب ایرا چرا از ماه اول تاریخ شش از سال دیگه نشان میده کی گفتم میتونه نه اول شش 2002 بشته 2002 شوه ولی دا قبل حسابی دارتا دلتا خود گور یویش که راورسته دی ولی راورسته دی اوپنینگ بیلنس دامو جواز شده اپنو چل که خب ما ایرا باز میایم ایجا دابل کلیک میکنم اینی ترانزکشن رو بخی میبینیم که چی هست یک دفعه سیل کنید شما ای ترانزکشن که هست ای اوپنینگ بیلنس نیست رئیست ای ترنینگ انکم هست ادوانس نه ترنینگ انکم هست صحیح ده ترنینگ انکم هست خب وقتی که ما که فکر میکنم کمپنی رو جور میکنیم ما برش گفتیم که ما میخوام حساب کتاب کمپنی خود از ماه فبروری انتخاب کرده بودیم یعنی شروع سال مالی ما چقدر میشه از ماه فبروری میشه به او خاطر ترانزکشن ماه دیگر بس سال سال دیگه گرفته گرفتی گب مرا ما فکر میکنم قسم صحیح است او چل کو ایجا برای ما میگه فبروری 2021 تا جنوری تا 2022 است استاد په دې خاطر باندې چې زموږ فکس کلیر کوم ورته چې فبروری نه شو اگر می خواستی فایبل فیسکل اگر می خواستی ببینیم ده اینجا بیا ده کمپانی ده کمپانی مای کمپانی بیا ده اینجا سر که شاید ده میجا ما گفته باشیم برش ده ایدیت میم ده اینجا که آمدی اینجا برای ما گفته بودیم که فیسکل ایر ما ده کدام جای ما باش که ده کجا بود این هم فیبر بیست فیسکل ایر فیبر صحیح است ده کم زید مانی که ده امروز می خانمی را ده مینوی کمپانی ده اینجا مای کمپانی ده اینجا است
صحیح شد. دیگه به شکل شما او رقم پر به شکل مقایسوی هم میتونید معلوم کنید، صحیح است. و در اینجا برای ما اون کستومرهایی که قرضداری هستن او را برای ما نشان میده. کستومر هو او منی، کستومرهایی که از او قرضدار است. خب و اگر یک مشتری ما تاریخ قرضش تیر شده باشه، کجا شما معلوم میکنید که مثلا یک وقت تیر شده سرش پول نداده برای ما؟ دقیقا مشتری دیگه نه کستومر ای 6000 افغانی قرضدار ماست، بالانس داره. خب ما چه قسم بفهم که این تاریخ از تیر شده نشده؟ که 6000 مثلا من قرض گپ زده بودم که تو باید 15 روز پیسه بدی، ولی ما چه قسم بفهم که سرزی 15 روز تیر شده نشده؟ دو دیت هست، اماون دو دیت ای باید که هست، این نفر باید برای ما دینی تاریخ پول بده در ماه سوم تاریخ 31، چون این تاریخ نامده به او خاطر ایجا هر وقت این تاریخ تیر شد رنگ از سرخ میشه، از این ترانزیکشن چی میشه؟ رنگش سرخ میشه. حالا شما ببینین، این ایره ما دبل کلیک کردم، ایره که دبل کلیک کردم این ترانزیکشن رو باز دبل کلیک میکنم، ترانزیکشن رو میبینم تاریخش چی نوشته میکنم، تاریخش رو انتخاب میکنم، میگم جنوری فبروری. خب ایجا دو دیت کدام دیت هست؟ سی روز گفتم نه؟ اینجا من برش میگم که ایره باید برای ما چی کنه؟ دو آن در ریسپت، دو آن در ریسپت گفتیم، صحیح است؟ هر وقت که بل ریسپت کردی باید چی کنی؟ پولا برای ما پرداخت کنی، و تانوز برای ما پرداخت نکرده. ایره سیو این کلوز میگیم، ایره که سیو این کلوز کردیم یس میگیم، یس که کلیک کردیم ایرم کلوز کن، اینجا رنگش چی شد؟ سرش. بخاطر از اینکه این نفر تاریخ سرش تیر شده، تو گفته بودی که بل برات رسید، بل برات رسید باید چی کنی؟ پول پرداخت کنی. ای دیگه جنس هر چیز گرفته، بلم گرفته مگم پول پرداخت نکرده، امروز تاریخ چند است؟ نوسته. به این شکل شما چی کده میتونین؟ معلوم کده میتونین کدام مشتری ماست که تاریخ سرشته شده؟ این حالی جوان گفت که بیا پیسی تا بگی، از اینجا میشه که بیایده کستومرز در اینجا ریسیف پیمنت. چرا از اینجا نمیکنین ریسیف پیمنت؟ هر جایی که کماند ضرورت میشه مهم است برشه موجه نزدیک جور کرده کویک بوکس. دینا روزم جوار خیلی سب گفت که استاز چرا ایده ایج هستم این سال کو ای ریسیف پیمنت، ای ریسیف پیمنت ایچ تفاوت نداره که ده اینجا هستم برای ما شما. اینا کلک کنم ای پیسه ریسیف کردم، اون اون چیز آمد نامر خوب سی ببینیم آمد میکنم پیدر این نفر پیسه داد، این کل زیرا به شکلی کاش برم پیسه داد، سیست بل نمبر شیجه برسن امو این وایس نمبر سر چی کس سی کلوز کلک کن حسابش چی شد باش. ده اینجا خبر بالانس های اکاونت های را برای ما نشان میده، چیز اکاونت هایی که هستن سیستن. ده اینجا یا کل زیاره که میبینین چیزی که ده اینجا هستن، زیادتر از یا که هستن، زیادتر نی همه از یا که هستن اکاونت هایی هست که اگر لایبیلیتی است کرنت لایبیلیتی است، اگر ایسیتی ماست کرنت ایسیتی ماست، صحیح است. سل کو مثلا اکاونت های بانکی ماست یا کرنت ایسیت است یا نیست؟ بالکل است. اگر ڈالری است یا افغانی است، کیش اکاونت کرنت ایسیت است یا نیست؟ بالکل است. پی ٹی اکاونٹ پیبل میں کرنٹ لائبلٹی ہے یعنی قرضی ہے اس کی مدت کم تر از ایک سال بعد پرداخت کریں، اکاؤنٹ ریسیول میں بہ مشکل سیل ٹیکس پیبل ہم میں بعد روباور پرداخت کریں یا نہ کریں، صحیح است. لیکن پی ٹی کیشن بہ مشکل اکاؤنٹ ریسیول میں کرنٹ ایسیٹ ہے یعنی است کھلی اکاؤنٹ ہے کہ دیجے نشان میں تھا او جا کرنٹ چیز تھا، اگر لائبلٹیز شارٹ ٹرم لائبلٹیز، اگر کرنٹ ایسیٹ اس کرنٹ ایسیٹ اس بس کولا سا بالانس ہے شیجن شو میں تھا. مثلا دا اکاؤنٹ ہے افغانی کی ہے 256000 افغانی داری، دا اکاؤنٹ ہے ڈالری کی ہے 184000 افغانی، یہ ڈالر اس افغانی شو میں تھا بری میں صحیح تھا. وہ دا کیش اکاؤنٹ دی قپائس اس دا افغانی این قدر اس دا ڈالری شی این قدر اس سر مردم چ مردم سر تو چ قرض دارا 10000 افغانی اکاؤنٹ پیبل داری رہ بات حساب شفا کنی مال سر جام شدا بل 200 افغانی او ایره بخاطر از این میبینی که سر مدیر مالی حساب بتی هدایت بده که بهتر بری کارا رو خلاص کن، هم پیسه ای که قرضدار است میرم خلاص کن، هم مالیه رو دبش خلاص کن که سوا تفتیش کس نبیه. پیتیکش پیسه داریم او پیسه 15 روپیه است و اکاونت پیبل ما به دلاری چقدر است؟ 9200 دلار ما قرضدار هستیم به دلار، اکاونت پیبل است خب به دلار است سل کو ایز دیست USD است. اینجا به هم کرنسی برای ما نشان میده افغانی است، چون اینجا USD نوشته کرده دلار است به افغانی اکسچنج کرده. دیگه تاپ کاستمر ما نشان میده کدام مشتری ما دایما که زیاد جنس پیش می گرفته محمد اسلام است، کدامش کم کم گرفته
حضرت پولیس خوب میگم بساسی کوارتر نشان بده بساسی نشان نده بساسی کوارتر کی زیاد جنس گرفته است پیشم باز من نمیگم بس بساسی سال نشان بده دهی سال باز من نمیگم بس اگر بگیم که توده هیچ کس ما فروشات نداشتیم به هیچ کس صحیح است یا دس ویک هم انتخاب کنیم دس ویک در کجاست دس ویک داره نداره دس ویک نداره فکر کنم خب توده خواسته من تم است ایر هم است کوارتر هم است ویک نیست ایجا بر صورت ما ایر انتخاب کردیم دیگه پریویس ایر اکسپنس تا میخواستی ببینی در سال 2021 اکسپنس نداریم و کرنت ایر ما چقدر است یک لکو یک میلیون و 4999 اشاری استی بسه اینقدر اکسپنس داریم ما شما خب باز به شکل گراف برای ما نشان میده که بیادر کاست آف گود سولد ما چقدر از خریداری که ما کردیم صحیح است به اون شکل ای چی است ای که است این سب ایجن برد نشان میده ای پیرول اکسپنس ما است ای بخاطر اعلانات نقم مصارفات کردیم ان کتگرائز اکسپنس ما است ان کتگرائز اکسپنس چی است کی گفتم ای کنم ان کتگرائز انکم ان کتگرائز اکسپنس وقتی که با مشتری ما اوپنینگ بیلنس آرت میکنیم او برای ما شما چیست ان کتگرائز انکم است وقتی که با وندر ما شما اوپنینگ بیلنس آرت میکنیم چیست ان کتگرائز اکسپنس ای ان کتگرائز اکسپنسز کلیک کو چقدر است اینجا بیان نشان میده اینجا بیان نشان میده ای چقدر بود یک دفعه سوال کو ان کتگرائز اکسپنس به شکل چی هم ایجا برای ما میگه اینجا میگه بود میبینی جا رنگش کدام است این نیست این را 13000 افغانی است کلک کنید این 13000 افغانی از کیست که اینجا برای ما نشان میده از سرباز خان است نه خو ان کتگرائز اکسپنس ما انتخاب کردیم چه میبینی این بیلنس فعلی را نشان میده برای ما صحیح است این خو ما چک دادیم به خاطر چی چک دادیم به خاطر ان کتگرائز اکسپنس چک دادیم برش خب بیلنس هم فیلن نه کلش نشان میده بیلنس نیست نشان میده برای ما که چقدر ما کردیم دیگر رنت اکسپنس چقدر بود البته ده سال با مو شکل ادر اکسپنس ما چقدر است ادر اکانت های دیگه کی هست اینجا برای ما نشان میده خب ایرا شما به این شکل میتونین که چه کنین راپور به خود داشته باشین مثلا اسپیشتان گراف گم میشه از این دلیت شد یا این دلیت شد یا این دلیت شد ایرا از کجا واس پاس میارین شما به اینجا ببینین ما یک کمان داریم به نام اد کانتنت چی داریم؟ یک ریستور کدام میتونی؟ میگی که نه یک چند چیزهای مشخص اد میکنم دیگاه شدور کن ایره که کلک کردی اینجا آمد خب بیادر فیلن برای ما میگه بلنسی اکاونت بلنس هایی تا یک ایره نشان میتیم اد به ایمانه که ای هست فیلن اد شدگیست اینی اد شدگیست انکم بریک داون نیست خب پریویس ایر اکسپنس کمپریشن نیست ایره میگه اد کو ای طرف بیا دیگه چی مانده خو دیگه که سمرای ما ای خو ارد شد تاپ کستومریم بسیار مهم سی باید باشه پیش ما ایرم اردت کلیک کو ایم ارد شد خو ای طرف دیگه بیا دیگه چی کار است تاپ وندرم هم نشان بده که ما چقدر مصارفات کردیم صحیح است از کدام وندرم زیاد جنس گرفتیم اردت ایرم کلیک کو دیگه کدام وندر است که سر ما پولیش مانده از مشتری رو نشان میدی خواست ویندر هم نشان بده که ما بفهم که چه رقم است به قرضار است کیستم ایرم کلیک کو بریم ریمایندر هم باشه کدام چک اسپرین نکردیم کدام آردر است ندادیم تانوس ما گفتم بودم نه که ری آردر پوینت ها که هستن ای ده اینجا نشان میده بریم ری آردر پوینت در ریمایندر نشان میده که اینجا است میبینی ای ده اینجا مسته ده اونجا برزو دن کلیک کو دن که کلیک کردی خو بیدر میگه تاول همی ایسابی از یار خلاص کو از ای 1000 قرضار است زیر 10000 قرضار است و از دولت هم 200 قرضار است صحیح شد دیگه برای ما چی میگه این مسیج هایی است که برای ما خود کویک بوکس میتره ریمایندر میکنه برای ما سل کو داری آرڈر پوینت چی کده انوینٹری تو آرڈر میگه این چیز هاست که تو باید آرڈر بدی بلک مونیتور و انتل کور آی 7 سی پی یو کی نه داری ایرا چی کو آرڈر بدی هر وقت جنس کم و زیاد شوه او گفته بودم لیمیت کی کراس شوه باز دو اینجا نامش میگه که بهتر اینی انوینٹری تو آرڈر کو ما با ما هفته به هفته کسی که مسئول است میای میبینه که بهتر کدام جنس باید ما آردر کنیم نیجا خود کویک بوکس بر چی میکنه او رو نامشه میگیره وقتی که تو امو ری آردر پوینت سیت کنی باز او رو چی میکنه خودش میبینه باز بعد مسج میده ایجا ایرا میگه مقدر مهم نیست دور کو ایرا صحیح شد خب تاپ کستومر های ما اینمیستا و تاپ وندر های ما اینمیست ما از اسد زیاد خریداری کردیم و ضعیفترین کستومر ما کیست وندر ما کیست گورنمنتل تاکس است که برای تانوس 400 روپه افغانی مالیه دادیم صحیح است دیگه ایشم به مشکل شما ایجا آورده
چې کله می تغیرات اورده میتون ایلی تر میشه کی طرف بیاری مثلا به در اینی شکست خو اینی قدر مهم کسٹمر او منی مشتری ما قرض رس نه یک قرض رس ایر پایین بیار و اینه میره تا بالا تا اونجا ببر خو ایره تو ده اینجا بیار ایره ده اینجا بارد صحیح شد به این شکل شما دراگ این دراب کده میتونه ایره که ده اینجا باشه ده اینجا باشه مثلا ده اینجا ببین ایره پایین پایین است اکاونت بلنس های ما ده اینجا است ایره میگیم بیاده تو ده اینجا بیار ایره ده اونجا بارد ما خودش پایین شد ایره ای طرف بیار به شکلی شما دراگ اند دراپ کده میتونید خب یه بود امرای ما شما دا چی؟ دا مینوی کمپنی کمپنی سناپ شات تا پیمنت میم پیمنت هم به مشکل است سر که اگر تو میخواستی که اول ببینی که چقدر پیت کدی این وایسا را ببخشین چقدر به تو مشتریات که استا سر که این وایسا پیت کده این قدر استا و چقدر ان پیت داریم صفر ان پیت داریم کلش یعنی حسابش پاک استا به شما دیگه اگر تو میخواستی که بلنس کستومرهای تو ببینی اینجا سمری شکل کو یا دیتایل فرق نمیکنه ایره که کلیک کردی کدام مشتری ما بلنس داره ای نداره ای دیگه هم نداره ای دیگه هم نداره ای هم نداره هیچ مشتری ما قرضدار نیست سر هیچ کس ما پیسه نداریم کیور دو جنب بری ما نشان میکنه اگر یک نفر قرضدار است پول آورد بر گفت که بگی پیسه تو بده اینجا در ریسیو پیمنت می از اینجا میشه سل کو دو جنب بود اگر بایدن باشه ده اینجا ماست مشکل ندارد اگر عجل چیز رو با نقد میفروختی کویک لینک هستی کویک لینک سل ریسپت میکردی ریفاند میکردی ریفاند خود گفته ما شما یا کلش از میشه دیگه کدام مشتری قرضدار تست نه دیر آر نو اوپن انوایسز هیچ انوایس نیست با مو شکل پیمنت ریمایندر است خب میگه تو بیادر چهار نفر مشتری تو پیسیش گرفتی رولا نواب است پامیر است اسلام است حضرت علی است مگه میره دیپوزیت نکری ده ان دیپوزیت فان جام شده ایره دیپوزیت کو صحیح شد بیا دین چه سال کو همه چیز است یعنی است چند ترانزکشن است دو سال اور چهار دن است اینجا بیا ده ان دیپوزیت فان یک دو سه چهار دن است یعنی است امور برای ما ده اینجا نشون میتا که تو ایره دیپوزیت نکری دیپوزیت کو ریمایندر است نه ریمایندر میتا خب میگم امور بان بیا دیگه برای ما میگه که کریدیت میمو انوایس کریدیت میمو تو پرینت میگه چندین دونه کریدیت میمو را جور کردی با مشتری های تو انوایس جور کردی تانو زور پرینت نکردی اگر میخوای پرینت کنی ده اینجا هست این نفر هست برازی چی جور کردی مثلا کریدیت میمو کلی چیزایش ده اینجا هست برای ما نشان میده این اگر پرینت میکردی کلک و پرینتش کن ریمایندر هست کلشا صحیح است ریسنت ترانزکشن ها را هم برات نشان میده دمی البته صرف از مشتری ها چون پیمنت مربوط کی میشه مشتری میشه مشتری برای ما پیمنت میکنه حضرت ولی پیمنت کرده به سلام صافی سل ریسپت کردی به رزی سل ریسپت کردی به رزی سل ریسپت کردی کل افغان پیسی شم نشان میده ایجا برای ما صحیح شد ایری طرف می آورده که اگزره خوبتر معلوم شد با مو شکل از هر مشتری تا حسابش نشان میده خب دیگه از کس ایرم باز اگر مثلا اگر جای دلی چه مثلا ای نیست اوکی کلک ایره دور کردیم ایره دور کردیم پس میخواستی بیاری در اد کانتنت بیا اونو گاه بس یا اد شدگیست یا اد شدگیست ایرم میگم اد کو و یا هم اد شدگیست ای طرف بیا میگم بیدر ای هم اد شدگیست ای نیست اد ایره کلک کو و ایرم اد شدگیست پس ایره او طرف کلک کو پس چی شد و اد شد در کستومر میم در کستومر هم با اون شکل است در اینجا خب اول برای ما میگه که نمبر اف حضرت ولی نمبر اف ایر از کستومر چند سال میشه که با تو مشتری است تانوز میگه کدام مایش پورا نشده اوریج دی تو پی میگه روزانه اگر چی قدر پیمنت که کده اگر ایده ما با اساسی روز حساب کنیم اوریجش نقدر میشه دیگه معلومات برات میده کریدیت لیمیت داره نداره بیلنس داره نداره هیچ قرضدارت نیست و کریدیت چی هم نداره این از کجا به خاطر چی نام ازی آمد از دیگرا چرا نامده به خاطر ازی که تو اینجا انتخاب کردی بیده اینجا بگو از محمد اسلام نشان بده محمد اسلام مکمل دیتیلش برات نشان میده اینجا میگه بیدر از این تانوس سالش پورا نشده خب سایست سالش پورا نشده مایش پورا نشده بلنس هم نداره کریت لیمیت هم نداره و دیجا ریسنت انوایس هایش نشان میده برای ما ریسنت پیمنت که برای ما کده سایست زیاد پیمنت که کده کدامش هست برای ما سلکو بیست سلینگ آیتم ایجا برای ما نشان میده کلش و سلس هستویش چقدر از دی سال 2021 چقدر 22 چقدر فروشات کرده یک میلیون و سی هزار یک لک و سی هزار پانصد افغانستان صحیح است کلش برای ما اینجا نشان میدن اگر دیگه مشتری کار بود بیا پامیر افغان کل هیستریش برای نشان میدن
او تر همیشه که تو بری از ایجه در کستومر ریسیو ول از ایجه سمری شو ببینی خب خوب گبی نمیش که در ایجه بیا نامش انتخاب کو الف تا یا کل حساب کتابش هم برد نشان میده توتل سل سب چقدر کده؟ ایجه بری ما نشان میده 68,250 افغانی صحیحستا توتل سلز فور دا سیم پیریود لاست ایر چقدرش مربوطی سال گذشته میشه جنوری اگر نیچه سال که 2000 اصلا در 2022 ماهی چی کردیم خیلی دیگاه شکست برده در کدام سال در سال دیگه برده او نمو 2650 افغانی یعنی 2650 افغانی است صحیح شد یارم بمون شکل بعض چیزایش اگر دلیت شدگی باشه از جمعی تنی که او را چی کنی ارد کنی خب میگم صحیح دیگه نیاز نیست ای بود امو کمپانی سنپشارت چون بسیار یک بخش مهم از کمپانی سنپشارت شما دیدین چه که مسائل مهم مهمه برای ما راپور میدن اگر کس بفهمه عظمی بدون از دیگه ایچه نمیده کل راپور دیگه ایچه برتن میده ام از وندر ام از کستومر ام از فروشات ام از خریداری ایمپلای خوی تر است که دینجا نیستنه ایمپلای خو یک جوان است که زیاد ما قد از او سرکار نداریم به شکلی در کویک بوکس در هر جا ایمپلای به شکل وسیله استفاده میشه کار از پیش میگیره او را باز مجبور است بیای در مینوی ایمپلای در ایمپلای سنتر در اینجا باز چی کنی ایمپلای چقدر ترانزیشن وجود داره از این چقدر است در اونجا برد نشان میده در اینجا نیست چیزی دیگر همراه ما کلندر است کلندر همو چی را میگه جنتری را میگه خوب او جنتری نیست که تو بخوای که تاریخ ببینی اینجا برد نشان میده که در این جنتری در این تاریخ که است چقدر ترانزیشن داشت صحیحسته چقدر پیمنت کردی چقدر اینوایس داشت ای به خاطر از اینجا استفاده میشه جنتری کاری خودی ما آفرین اینا که کلیک کردی خب از کدام سال 2020 کدام ما را پیش میری نه اینا میمونه اینجا که اومد خب برای ما میگه در تاریخ اولش که است 11 تا نه ترانزیکشن تو چی کردی آل ترانزیکشن انتر کردی چی است اینجا برای ما نشون میده اول چک دادی دو دانه چک دادی یک بجه برخیل یک با اسلام صافی دو دانه انوایس دادی یکیش به حضرت ولی دیگه به پامیر افغان بالانسش هم نشون میده چقدر پیسه بود و اماونتش هم باشه نمبرایش هم نشون میده بر دیگه که هست سه دانه جنرال جنرال انتری ریکارد کردی یکیش که هست ادوانس پیت کردی با امید افغان دیگه که سل تاکس دادی سل تاکس دادی میبینی با اساس تاریخ یا نفر میگه بعد تو برو تاریخ اول ما چیکار کردی اگر برد گفت که نه تو برای ما نشان بده که تاریخی اول چقدر ما چک دادیم یا چقدر ایر با چه رقم میکنیم در اینجا در شو که هست آل ترانزکشن دور میکنی برش میگی بیدر برای ما چی را نشان بدی تنها چک نشان بدی خب میگه چک دو دانه داری نه تاریخ دو دانه چک داری میگم نه ما چقدر پیسه را ریسیب کردیم ریسیب پیمنت کردیم از امی مای مارچ برای ما کلش نشان بدی خب ایره که کلک کردی میگه در مای مارچ تاریخ اول یک دانه یک دفعه که ریسیف پیمنت کردی در مای تاریخ دومی چیز نداشتی مگم برعکس در تاریخ سه که دو دانه ریسیف پیمنت دیگه کردی یکش سلام صحیفه بود دیگهش که است حضرت ولی صحیفه است از یک هزار بود از این ده هزار بود در چهار هم چیز نداشتی پنجشنبه بود افغانستان رخصت بود چون ما شما هم رخصت بودیم نه چیز ریکارد نکردیم در اینجا که است از مای چی که سچرده هفت دانه ریسیف پیمنت کردی متوجه هستی این جنتری را ما به خاطر از استفاده میکنیم به خاطر از اینه که تاریخ ببینیم کدام تاریخ هستن پس به این شکل شما او را کاتگوریز کرده میتونیم در اینجا برای ما upcoming next 7 days to do note نشان میده ترانزکشن ها را نشان میده اگر باشه او را برای ما نشان میده مثلا ما در to do note رفتیم که بیادر در تاریخی در تاریخ هفته آینده تا در تاریخ ده که ما باید یک ملاقات داشته باشیم در to do notes برای ما نشان میده که بیادر the upcoming next 7 days guys to any to do note dare any kara rabat anjam bade sahi shub wa itram nishan mita bar sal ko the hum chi kya mari the calendar the inji kamati masalan ma the inji mikanam all transaction intikhab karein all transaction ki intikhab karein fill in the kodam ji tarikh awal click karein the next 7 days bar ma me ki badar yak dana bell asta next 7 days کدام است ببین تو معلوم کو بر نشان می تواند یا مثلا ما اینجا بل انتخاب کردیم صحیح است بل انتخاب کردیم تاریخ امروز انتخاب کردیم برای ما میگه که در نیکس 7 دیز که است یک دن بل وجود داره بلش تا کدام جا است فکر کن اینه میستا یو دو دری سلور پینزو شپک و نیکس 7 دیز میه نمیه اگر تنها چی را انتخاب کنیم سل کو باش یک دفعه ما در اینجا چک انتخاب کنیم در نیکس 7 دیز چک داریم نداریم چک است نیسته به این شکل در اینجا برد
همون تو خلاص گزارش میده. یه بود امرای ما چی؟ کلندر داکومنتس. اگر تو کدام اسناد از مشتریت باشه، از وندرت باشه، آرد کده باشه، امرای ترانزکشن، چه قسم امرای ترانزکشن؟ یعنی من یک جنر جنر انتریز رفتم، چقدر ترانزکشن هایی که هست؟ مثلا انکتگرائز اکسپنس ماسیره که اوپنگ بیلنس آرد کده بودیم، یا دیگه مثلا، یا تو کدام اسناد امرایش آرد کده باشی؟ صحیح است؟ باش که یک ترانزکشن پیدا کن، مثلا سل تاکس پیوال است، ما با دولت 200 روپا مالیه دادیم، ندادیم، او بریم ورق داد، ورق شما میخوام قد از چی کنم؟ اتچ کنم، بعد اینجا سل کامرای میک کماند است بنام چی؟ اتچ فایل، اینجا که آمدی، مستقیم میتونی که مثلا نو فایل دراغ کنی اینجا بیاری، دراب کنی اینجا، صحیح است؟ واضح طریقه میشه که از کمپیوتر میگیری، از کنر میگیری، یا از داک سنتر میگیری، داک سنتر همی خود داک سنتر ایک پایک بکس همی گبر، میگم نه، از کمپیوتر میگیرم، در کجاست در کمپیوتر؟ میگم در اینجا، به طور مثال میگم که اینمی تصویر است بند، اینمی را انتخاب کردم، اوپن کلیک کردم، تا اینجا چی شد؟ آمد، دن کلیک کردم، این حالی اگر تو بخوایی که داک سنتر را باز کنی که کدام اسناد ما با در کویک بوکس زمیمه کردیم از مشتری، یعنی در داک سنتر بیا برد شام میتن، بله، فلان یک اینی تصویر است و یک دنم اینمی است، ای به اینی تاریخ عرض شده، مای سیوم، تاریخ افت و دیگهشم به این تاریخ امروز است، بگیم خو اینمی جوان که است، ما کار ندارم، ایر ریموف کسی شه دور کن اوپن میکنی دیتایلش میدید ریموف کن ریموف کنیم یس انتخاب کنیم صحیح شد؟ چه شد؟ ریموف شد به مو شکل اگر تو میخواستی یک اسناد ارد کنی ازی ارد کنه میتونی سکن کنی ازی سکن کنه میتونی دگه داک سنتر به خاطر ازی استفاده میشه اگر میخواستی که نگیره کلش دیلیت کنی چیزی که هست کلین اپ اتچ داکومنتس لینک بعضی وقت اوقات یک فایل ارد میکنی لینک بشه باز اگر او گم شود ای هم گم میشه تو میگی نه او داکومنتس چی کو لینکش کلیر کن یا کدام فایل هست که هست در کمپیوتر از این دیگه جای انتقال دادی مثلا یک فایل اتچ کردی در کویک بوکس او جایش تغییر خورد ای را ریپیر کلیک او را ریپیر میکنم پیدایش میکنم برده کجا هست ریپیر لینک کلیک کن او را بچی میکنه ریپیر میکنه اتچت اتچمنت یا اتچ داکومنتس اپدیت سکسسفولی صحیح شد ای را به خاطر از استفاده میکنم او قدر زیاد مهم هم نیست لید سنتر خوما گپ سره بودم نه دیگه کمپانی مای کمپانی مینوستا بعضی اوقات سر کنین شما ببینین وقتی که ما کمپانی رو جور میکنیم اونجا معلومات میکنیم بعضی اوقات بعضی افراد میگن که والا خوب یک معلومات دادیم عالی از کجا تغییرات بیاریم اگر تو میخواستی بعضی معلومات کمپانی ده تغییرات بیاری آدرسش و فون نمبرش و دیگه چیزایش اینجا بیا در مینوی کمپانی که اومدی سر کنم رای ما چیستا مای کمپانی ده اینجا که اومدی این کامل دیتیل کمپانی تا نشان بیتا یا خود دیگه معلومات از اکسترا انفورمیشن میده برد صحیح آنلاین میشه کل ازیان مثلا میخواستی که پیرول آن کنی ترن آن پیرول کلیک کو آنلاین برد چی میکنن اصلا ای خود ترایل ورژن از خود ورژن شما که کار میگیم برد میگه که تو باید آنلاین بری ایر اکتویت کنی پیسه به تی چیزارا این کمپانی انفورمیشن تا اگر تو تغییرات می آوردی اینجا کلک کو اینمی قلم که هستن پینسل ایدیت میشه از چی لیگل انفورمیشن کانتاکت انفورمیشن میبینی کل چیزا اینجا هستن کمپانی ایدنتیفیکیشن که هستن دیگه ریپورت انفورمیشن است ریپورت فیسکل ایئر فرست منت اف د فیسکل ایئر چیست فبروری ما انتخاب کنید صحیح است این معلومات از جهت شما اگر کدام اسناد اتش میکنی اتش کدام میکنی ایدت کدام میکنی اگر میخواستی که اکاونتی انتیوت تو چی کنی تغییرات بیاری دو جا صحیح است باز اینجا به دو منیج یور اکاونت که اومدی باز صفحه اینترنت باز میشه باز مستقیم سایت انتیوت باز میشه از جهت میتونی اور چی کنی تغییرات بیاری ده اینجا مهمترین چیز که هست پیش ما اینه میسته بعضی اوقات من کویک بوکس انستال میکنم کویک بوکس در کمپیوتر خود انستال کردم صحیح است و کویک بوکس اسپیشل لایسنس نمبر و پروداکت نمبر میخوام دا وقت انستالیشن دو اونجا برای ما کویک بوکس میگه بیادر میگه نشه که چیزا اسپیش در زیاد تر بره یک لایسنس ما گرفتیم او پروداکت نمبر و لایسنس نمبر به داده نه یوزر کار میکنه یکش استفاده کردم او را استفاده که او را گرفتی پاره که دو طرف انداختی آنه چه رقم میکنی؟ او لایسنس نمبر پروڈکت نمبر که تو استفاده کردی کویک بوکس تو ایجا برد درش کرده اینجا برای ما میگه صحیح اینی لایسنس نمبر تست ای پروڈکت نمبر تست و کویک بوکس کس اکتیویتد نیست بخاطر ازی نیست اکتیویتد که ای ترایل ورژن است اگر تو میخواستی که واقعا کویک بوکس ما رجستر است یا نیست ده اینجا باید بی ده اینجا برای ما نشان میدم این حال سال که من کرک ازیر رن میکنم چی میکنم؟ کرکش رن میکنم اینی کمپانی رو من مکمل کلوز کردم این رو باید شما عملی ببینید Welcome to your trial است یعنی رفتم کرک زیر رن میکنم
د اینجا رفتم، د بخش سافټویر رفتم، د کویک بوکس رفتم، د اینجا د کرک رفتم، ایره گرفتم، کاپی کردم، د اینجا آمدم، د درایو سی، د پروگرام فایل 86 آمدم، د کجا آمدم، د انتیج آمدم، د 21 آمدم، د اونجا کنترول ویور پیست کردم، د اینجا ریپلیس گفتم و دو دیس فور آل کرنٹ آیتمز و کنتینیو گفتم. حال شما ببینین وقتی که کویک بوکس ما باز میکنم اینا ایره کلوز کردم، کویک بوکس باز کردم، کویک بوکس که باز کردم بعضی اوقات خب کراکی گرم کنی کویک بوکس کار را میکنه. این همی کمپنی ما بود، بله اوپن کلیک کو ایره که اوپن کلیک کردی پاسورد نوشته میکنیم اسد یک دو سی و مسج نداد برای منی که یو ار یوزینگ ترایل ورژن ویلکم گفت بای مانا که کرک شده کویک بوکس ما جعلی راجستر شده. حالا چه قسم تو میفهمی که اکتیویت هست یا نیست که تو استفاده میکنی؟ صحیح است؟ یا خو هر وقت که شما او کرک استفاده میکنیم برای ما میگه که تو باید ادوانس اینونتری را فعال کن. حالا ادوانس اینونتری رفت کسیش خلاص کار نمیکنه. بگم بیادر که ادوانس اینونتری ما ترن آف که خیر است، کاری که ما در ادوانس اینونتری داشتیم او خلاص شده. نیکس کلیک کردیم و فینش گفتیم. خب حالا میایم در کجا میایم؟ شما ببینید ما باز آمدم در کمپنی، در مای کمپنی، در اینجا که آمدی اونم معلومات برای ما چی میگه؟ اکتیویشن چیست؟ اکتیویت هست و بچه نیزر کار میکنه؟ سی یوزر، سی یوزری کار میکنه. صحیح؟ نه دیگه ایجا برای ما اکتیویتیت آمد دیگه. از اوجه هم تو باز میتونی لایسنس پروڈکٹ نمبر تا ببینی، در ریپورٹ کی بیای، در ریپورٹ نی، در هلپ، در هلپ کی بیای منیج مای لایسنس، در اینجا سل کو، در اینجا نوشته کده چینج مای لایسنس نمبر هست نیست، در اینجا بیا تو اینجا میشه که بر نشان میتا برد که لایسنس نمبر دست ها اونو ای تفاوت داره نداره. ای پروڈکٹ نمبر دست لایسنس یوزر، ای نمی پروڈکٹ نمبر لایسنس بچن یوزر کار میکنه، بسی یوزر کار میکنه. صحیح شد؟ ای رو بخاطر از این ما استفاده میکنیم. کار میکنه ادوانس اینونتری. اگه میخواستی در کرکش استفاده کنی چی کار میکنی؟ از سر کمپیوتر تا کویک بوکس یک دفعه ویندوز اینستال میکنی، باز کویک بوکس که همی اینستال کردی بعد از او کرکش رن میکنی. اگر کرک در اول رن نکدی ترایل استفاده کردی بعد از او کرک در ترایل خوم ادوانس اینونتری کار میکنی، باز که کرک استفاده کنی باز کار نمیکنی. آفرین. پیش از سر کو پیش از کمپانی فایل جو کنی ادوانس اینونتری فعال کنی تو باید اول کرک رن کنی، دو کرک ادوانس اینونتری فعال کنی باس کی اس کار میکنه مش ایم مسج نہ میتال سر کو ادوانس اینونتری دے کار نہ میکنه. بیا در ریفرنس دینج کی امری دا ائٹم اینونتری دا ایج بیا ائی ریفرنس تا کہ پول نہ دی گیر ایکٹیویٹ کرنا میتن کو طریقے شرح کمس کہ کمپیوٹر تا ونڈوز انسٹال کری یا دیدونه زی کدام کمپیوتره که شما کویک بوکس نصب نکرده که ایره انستال کردی کویک بوکس انستال کردی پیش ازی که کمپانی فایل جور کنی ادوانس اینونتری رو فعال کنی کرک رن کو بر روی کار بکن. یعنی در کرک تو ادوانس اینونتری رو فعال کردی هیچ مشکل نداره میشه کار بکن. دیگه که از در کمپانی امرای ما یوزر هست، یوزر بسیار زیاد مهم است. ایره آل میخوریم خب چی نمیکنیم. یک چیز متوجه باشیم که شما با بار اول که کمپانی را جور میکنه از پیشتن که یوزر پاسورد میخواید، پاسورد میخواید نمیخواید؟ البته از ادوانس سیتاپ کیست از پیشتن پاسورد که میخواید، کویک بوکس اتوماتیکلی یوزر جور میکنه به نام ادمین، کویک بوک جور میکنه اوره، ما جور نمیکنیم. حالا اگه خواسته باشیم که ما یوزر فعلی خود ببینیم یا می یوزر ادمین، میایم در یوزرز و بعد از او در ویو یوزرز میایم. در اینجا ببینین برای ما میگه که شما می کمپانی فایل که باز کردین در یک یوزر دارین و او یوزر که از ادمین یوزر است و فعلا شما از طریق همین یوزر که از دمی کمپانی فایل موجوده لاگین هستین. اگر خواسته باشین که یوزرهای جدید در برنامه کویک بوکس بسازین این صفحه را بسته میکنین، میایم در مینوی کمپانی باز در یوزرز میایم و بعد از او set up users enroll روی ازی کلیک میکنیم. ایره که کلیک کردین اگر شما خواسته باشین که در برنامه کویک بوکس یوزر ایجاد کنین شما باید از طریق ادمین یوزر داخل او کمپانی فایل شده باشین یا شوین. فعلا ما از طریق ادمین یوزر داخل می کمپانی فایل هستیم، به خاطر تاییدی باز هم کویک بوکس
از پیش ما دوباره پاسورد اډمین میخواه نشوه که مثلا می کسی که اډمین می کمپنی فایل است می کمپنی را باز کده باشه خودش نباشه یا کس دیگه بیایه و بخواه که در برنامه کویک بوکس یوزر جور کنه و در آینده از طریق انمو یوزر که است در برنامه کویک بوکس بعضی خرابی کنه. به او خاطر اگر بیگانه باشه باز اډمین پاسورد خو نمیفهمه، از پیش ما دیگه چی میکنه پاسورد اډمین دوباره کنفرمیشنش میخواه. ما پاسورد اډمین دوباره نوشته میکنم دیگه و بعد از او اوکی کلیک میکنم. اگر پاسورد تن دقیق باشه به این شکل یک صفحه برتن باز میشه، اگر دقیق نباشه مسج میده. خب این صفحه یا این تصویری که شما میبینین بیخی نو است، در ورژن های 2020 و 19 و 18 و دیگه پایین ورژن ها که است به این شکل صفحه برتن باز نمیشه. در ورژن هایی که شما آپدیت کرده باشین و یا هم ورژن های 2021 و 22 باشه به این شکل یک صفحه برتن میاد. در اینجا برای ما کویک بوکس میگه To manage users and rules, you need to set up an Intuit account. اگر شما می خواهید که دمی کمپانی فایل تن دمی برنامه کویک بوکس یوزر جور کنین بر از او صلاحیت یا رول اساین کنین، شما باید یک اکاونت Intuit داشته باشین تا از طریق ازی دهی جورا لاغین کنین و بعد از شما بتانین که هم آنلاین و هم آفلاین در برنامه کویک بوکس شما یوزرهای مختلف جور کنین. اول خوب از پیش ما پرسان میکنه که Tell us who are you, we will help you set up your Intuit account. از پیش ما پرسان میکنه که شما ادمین هستین یا ادمین نیستین. ما میگم ما ادمین هستم. ادمین که هستی آیا یوزری Intuit آنلاین اکاونت داری نداری؟ اگر نداری جور کو، اگر داری ده اینجا نوشته کو، بعد از او کنتینیو انتخاب کو. وقتی که کنتینیو انتخاب کردین به این شکل یک صفحه دیگه براتون باز میشه. اگر یوزرتون دقیق باشه، ما فعلا د Intuit آنلاین اکاونت کیس به خود یک آنلاین اکاونت جور کردیم د Intuit و اینی بینمی ایمیل جور کردیم و پاسورد شده ایجا نوشته می کنم. پاسورد چیستا؟ ای پاسورد شستا و بعد از او ساین این کلیک می کنیم و د ایجا یک مسیج برای ما می تا که آیا می خواهیم چی پاسورد شما را کیس ایجا ریمیمبر شد و دمی انترنت اکسپلورر می گیم یس یا نو، هر چیزی که انتخاب میکنیم فرق نمیکنه، میگیم یس ای را انتخاب کردیم. اگر پاسوردتان دقیق باشه این صفحه پیش میره و با شما باز هم یک کنفرمیشن از پیشتان میخواه. در اینجا برتان میگه بخاطر تاییدی که هستم ما با این ایمیل شما که در اینجا ثبت است یک ایمیل کد روان میکنیم و کد شما باید در اینجا نوشته کنیم. ما روی ازمی کلیک کردم و میرم میبینیم که این کد برای ما آمده یا نامده. خب ما ایمیل خود باز کردیم در موبایل، حالا میبینیم که در اینجا برای ما Intuit کدام کود روان کرده یا نکرده. بله Intuit برای ما کود روان کرده و او کود ما در اینجا می نویسم نوشته میکنم. کود چیست؟ 488 و 220 و بعد از او کنتینیو کلیک میکنم. وقتی که کنتینیو کلیک کردین بعد از او این صفحه پیش میره برای شما این قسم یک صفحه باز میشه. بعد از اینکه کنتینیو گفتین او نمو صفحه که از طریق از او ما میتونستیم که یوزر او جور کنیم و برای از او رول اساین کنیم او نمو صفحه برای ما باز میشه و نمو ایمیل ادرس که همی یوزر ادمین که همراه از او چی میشه ده اینجا درج میشه. خب فعلا یوزری که ما ده اینجا لاغین کردیم برای ما میگه که یوزرت ادمین است و این ایمیل ادرس شسته و ای ادمین کس مکمل صلاحیت داره. اگر خواسته باشی که رول لیست ببینی در این طرف یک ویندوی دیگه سر ازی کلیک کو، ایجا صلاحیت های مختلف است که بنام رول سیاد میشه. مثلا صلاحیت هایی که بنام اکاونتنت ساخته شده در ایجا است، کدام وظایف این نمی نفر انجام داده میتونه اگر کسی را ما اکاونتنت انتخاب کنیم، رول اکاونتنت برش انتخاب کنیم، در پایین در ایجا برای ما نوشته میکنه. اگر ادمین کسی که ادمین باشه چی کار کرده میتونه، سل کو ایجا نوشته کرده Full access to all areas یا all area of quick company file. This rule need an Intuit account. اگر شما یک نفر ادمین صلاحیت میتین او در تمام بخشای کویک بوکس یا کمپانی فایل شما که هست صلاحیت داره و اونمون نفره که شما از ادمین انتخاب میکنین باید یک اکاونت Intuit هم داشته باشه. بیشتر اگر شما متوجه باشین از پیش ما اکاونت Intuit خواست به او خاطر که ما اوجا یوزر ادمین باز کرده بودم.
پس به مو شکل هر رول که شما انتخاب کنین مسئولیتش کدام صلاحیتی که داره وارد ایجا برای ما نشان میده. مثلا ما اگر اینوینتری انتخاب کنم، اینوینتری کسی که ما اینوینتری انتخاب کردم اینمی صلاحیت داره، اگر با کسی که فول اکسس انتخاب کنم اینمی صلاحیت داره. ایجا مطلب صلاحیت های مختلف است، رول های مختلف است که شما میتونین به یوزرهای مختلف انتخاب کنین. پیش از اینکه ما یک رول جور کنیم باید اول یوزر جور کنیم. چون رول که است به خاطر یوزر ساخته میشه. ما میایم در اینجا دمی کامپیوتر که است ما این سفر را مینیمایز میکنم، دمی روی دسکتاپ ما یک دایگرام جور کردیم. این دایگرامی که شما میبینین لوکل ایریا نتورک دایگرام است به خاطر کویک بوک سرور. به طور مثال اینی را شما فکر کنین که دفتر ماست. در این دفتر که است تقریبا 1, 2, 3, 4, 5 نفر است و هر 5 نفر از یا که است از برنامه کویک بوکس استفاده میکنه. فکر کنین که ریاست مالی است. در این قسمت بالا که میبینین شما سرور مرکزی کویک بوکس است، کویک بوکس سرور است که در اینجا یک یوزر در اینجا لاگین است به نام ادمین، که او ادمین که است به نام علی است و فل صلاحیت داره. ادمین برتون معلوم است که همیشه در هر جای ادمین که است صلاحیت کامل داره. و سرورم که است، کمپانی فایلم که است از طریق می سرور که است شیر شده با از طریق سرور در نتورک شیر شده و دیگه مردمای اشخاصی که دیمی ریاست مالی کار میکنه از طریق می شبکه محلی او را استفاده میکنه. 4 نفر دیگه است هم است که هم از یک برنامه کویک بوکس استفاده میکنن، که یکیش به نام یوزر 2 است که نامش خان است، این سلز آفیسر است. دیگه یوزر 3 است که نامش جان است، پرچیز آفیسر است. دیگهش یوزر 4 است نامش اسلام است، ای پیبل آفیسر است. دیگهش که است یوزر 5 است که نامش سلام است، ای آدیت آفیسر است، صرف ریپورت کار میکنه، دیگه چیزا را کار نمیکنه. ایش شما در نظر نمیگیرین که چه قسم ایل چیستا ای چیستا ای چیستا. ای اینترنت است، از اوجه ما یک کنکشن گرفتیم از طریق نتورک راوتر که پیش از راوتر یک فایروال است و بعد از او که است از می کنکشن که است از طریق نتورک راوتر که است آمده به وای فای راوتر و وای فای راوتر که است اینترنت شیر کده با می شبکه محلی، که اینمی کمپیوترهایی که در اینجا میبینین هم از طریق وای فای هم از طریق لین میشه که با هم وصل باشه. مثلا یار اگه شما میبینین کلش از طریق لین با هم وصل هستن، اگر اینا را ما مثلا وایرلس یو اس بی ادپتر بتیم یا کلشان وای فای میشه مثل لپتاپ واری میشه که از طریق وای فای با هم وصل باشه. پس وی شما در نظر نمیگیریم، ما میگیم که اینی سرور کویک بوکس هسته و ما 5 نفر داریم که از این سیستمی کویک بوکس استفاده میکنیم. یک ادمین است، دیگهش که است سلز آفیسر است، دیگهش پرچیز آفیسر است، دیگهش پیبل آفیسر است، دیگهش آدیت آفیسر است. حالا به هر کدام از این با نامایشان در کویک بوکس ما چی میکنیم؟ یوزر جور میکنیم و به اساس اونمو وظیفه که داره برشان صلاحیت تعیین میکنیم. میم در برنامه کویک بوکس، در کویک بوکس که آمد میگم من باید یک یوزر جدید جور میکنم، نیو کلیک کردم. نیو کلیک کردی برای ما میگه چی نام میتی با یوزر؟ یوزر اول ما کارمین است و خلاکین است، برای زو ضرورت نیست. میگم یوزر توی ما که است به نام خان است. ایجا میگم نام میتم با یوزر ما خان. پاسورد چی میدی؟ میگم که خان 8123 پاسورد دادم. باز در پایین باز پاسورد نوشته میکنم خان 8123 ایره نوشته کردیم. خب بعد از که شما نام تعیین کردین، پاسورد تعیین کردین، حالی وقت رسیده به خاطر تعیین صلاحیت یا رول بر شما تعیین کنین چی صلاحیت بر ازی میدیم. وقتی که این نفر از ما شما سلز آفیسر است، خب طبعا سلز آفیسر که است کارش که است با مینوی کستومر است، با مشتری که است انوایس جور میکنه، از مشتری که است پیسه میگیره و با مو شکل دیگه مسائل. در اینجا ما میاییم میبینیم صلاحیت را کدام صلاحیت ها که است بر از خوب است. سل که یک بنام پرچیز یا پرچیزینگ کس یک رول است، یک بنام سلز است. ما این سلز مکمل در اینجا چی میکنم؟ آرت میکنم. برای ازی مکمل سلز در اینجا چی شد؟ آرت شد. سلز کدام کار را انجام داده میتونه؟ This rule is designed for your sales staff member who need access to sales order, sales receipt, sales report, estimate and all information in the customer list. وقتی که ایره دیدین اگر چیزی کم بود میشه که از طریق شما اضافه کنین، اگر چیزی اضافه بود شما میشه که بعدن اون رو چی کنین؟ کم کنین. دی چیزا شما آلی فعلا تغییرات آورده نمیتونین، این بلتن رول است، بعدن تغییرات آورده میتونین. و در پایین برای ما میگه که به این نفری که به نام خان است که شما سلس رول اساین کردین
اگر ایمیل داره، اینتیود اکاونت داره، میشه که او اکاونتش یه نوشته کنه. اگر نداره مشکل نداره، چون این آپشن است. میگیم نداره، بعد از اوکی کلیک میکنیم. اوکی که کلیک کردین، شما اینجا ببینین یک دانه یوزر دیگه همراه ما اضافه جور میشه. بنامه چی؟ بنامه خان جور شد و بر از او کدام رول ما اساین کردیم؟ کمپانی فایل رول، سلز رول اساین کردیم. اگر میخواستین که ببینین رول چیزای زیاره یا دو تغییرات بیارین، دا منیج پرمیشن بیاین، دیجه که آمدین اینمی نفر انتخاب کنین، بگو اینمی یوزر برای ما دیسپلی کو، دیسپلی که کلیک کردین تمام صلاحیت های زیره برای ما دا اینجا چی میکنه؟ نشان میده برای ما خان کدام صلاحیت داره. ببینین دا اینجا دا بخش چک صلاحیت نداره، کمپانی صلاحیت نداره، دا کستومر ریسیول کس ببینین دا بخش استیمیت جور کردن فل صلاحیت داره، انوایس فل صلاحیت داره، سلس آرڈر فل صلاحیت داره، سلس ریسپت فل صلاحیت داره. با مو شکل دیگه اگر میخواستین که باز هم بر ازو چیز را کم و زیاد کنین، ای را کنسل کنین، بیان دا رول لیست که آمدین دمی سلس رول کسی را انتخاب کنین، ایدت بگین، بگو بیادر ما دا ایجا چیزی تغییرات میاریم. خب فعلا برای ما میگه که بیادر سلس کس تا سل کنین، د یک جای هم که است مکمل صلاحیت نداره. مثلا د بخشی سنتر که است مکمل صلاحیت نداره، د بخشی کمپانی که هم صلاحیت مکمل نداره، د بخشی کسٹمر هم صلاحیت مکمل نداره، امپلوی خو مکمل صلاحیت نداره، د فایل صلاحیت نداره، د ټایم ټریکینګ صلاحیت نداره، د اکاونټینګ صلاحیت نداره، د بینکینګ صلاحیت نداره. ما میگم بیادر ما چی میکنم؟ از این سنتر هم تمام صلاحیتش دور میکنم. این سنتر را کلیک کو، د اینجا نن برش انتخاب کو، صلاحیت بخش سنتر چی شد؟ ختم شد. سر کمپانی کلیک کو، برای اون بگو نن، هیچ صلاحیت نمیتم. دا کسٹمرز اند ریسیول که اومدی، د اینجا سل کو، اگر میخوای فل صلاحیت بدی ایر انتخاب کو، مکمل مینو صلاحیت داره. اگر میگی نه ما پارشل صلاحیت میدیم، بازی مثبت بتن کلیک کنین، شما صلاحیت را برتن میاره، کدام صلاحیت شما خوش دارین برای اون داشته باشه، کدام صلاحیت خوش ندارن او را غیر فعال کنم. مثلا اکاونت این ریسیویبل ده اینجا که از پارشل صلاحیت است، ما میگم فل صلاحیت بدی برش. اسس فینانس چارجز میگم ایره فل صلاحیت بدی. بیلیبل تایم کاست اینمی را میگم نن سعیستا. چینج آیتم پرایس ایرم نن میگم. کریڈٹ کارڈ ریفنڈ میگم دئی جن نان میگم. کریڈٹ میمو جور کدا بوتانا میگم دئی بالی فل صلاحیت میتم برش. اسٹیمیٹ جور کدا بوتانا میگم فل صلاحیت. انوائس میگم بالی فل صلاحیت. اوور رائٹ کریڈٹ لمٹ میگم نان. ریسیو پیمنٹ میگم بالے. اگر میخوای کہ امی سیلس آفیسر کے استا پیسر از مشتری گرفتم بتانا سیلس ایجا فل انتخاب کو برش. سیلس آرڈر میگم فل انتخاب میکنم برش. سیل ریسپٹم فل انتخاب میکنم. اسٹیٹمنٹ چارجز ہم فل انتخاب میکنم. اسٹیٹمنٹ ہم فل انتخاب میکنم. ان ڈپازٹ فنڈ میگم ایرا میگم نے ایرا صلاحیت نداشتہ باشه این نفر. صحیح شد. بمو شکل دیگر همی بین دیجه دلست هم صلاحیت در دا ریپورت هم دا وینڈر پیبل میگم. دا وینڈر پیبل که است ترانسفر انوینٹری میگم ایره نتونه، ای کار کده نتونه. بعد از اوکی کلیک میکنیم. اوکی که کلیک کردی اینمی رولی که ما کستومایز کردیم اپڈیٹ شد. آلی اینمی نفر که پیشتر تغییرات یک چیز صلاحیت بیشتر داشت، آلی اینمی صلاحیتی که ما دا اینجا برش تعیین کردیم او نمو دیجه اپڈیٹ شد، از او بیشتر ای کار کده نمیتونه. خب عملی ما کار میکنیم. خب چی میکنیم؟ اول میایم یوزرای دیگر هم جور میکنم. دیگه همراه ما به نام چیستا جان است، پرچیز آفیسر است. اومدم گفتم یک یوزر نو جور میکنم به نام جان. پاسوردش نوشتم میکنم که جان@123 پاسوردش شد و بر ازو فقط بخش پرچیزینگ برش میتیم. پرچیزینگ ایره برش اد کردیم. بعد ازو اوکی کلیک میکنیم. اوکی که کلیک کردیم یوزر هم جور میشه همراه ما. شما یوزر دیگه که همراه ما است به نام اسلام است. این نفر که است فقط پیبل آفیسر است، یعنی نفری است که باید فقط صلاحیت زیر داره که از به وندرهای ما است، کسی که ما قرضدار هستیم بر از او پول پی کنه. مثلا ما از الکوزای کمپانی قرارداد کردیم، یک چیز خریدیم، اینال بل چیزایش آمد، جنس هر چیز آمد، وقتی پیمنت پولش میشه باید اینمی نفر صلاحیت زیر داشته باشه که پول زیر پی کنه و این نفر فقط پرچیزینگ کرده بتونه. اینا مزی چیست؟ اسلام است. پس اومدم در کویک بوکس میگم یک یوزر دیگه جور میکنم به نام اسلام. خب به نام اسلام یوزر جور میکنم و پاسوردش اسلام@123 ایره پاسورد دارم. چی صلاحیت میدی؟ برازو هم ما میگم که ما صلاحیت میدم صلاحیت پرچیزینگ. آرٹ کلک میکنم. آرٹ که کلک کردیم اوکی میگم. وقتی که اوکی کلک کردیم ببینین آل دو نفر صلاحیت پرچیزینگ داره. یک خان است و یک کس همراه ما. شما چیست؟
دیگه اسلام است. خان که است مکمل، ببخشین خان جان است، جان که است فکر کنم که مکمل بخش پرچیزنگ صلاحیت داره. ما چی میکنم؟ ما میگم که بیدر اینمی خانه صلاحیتش کم میکنیم. چی میکنیم؟ کم میکنیم که یک حد و حدود صلاحیت داشته باشه. و اسلام که است فقط مسئولیت امی پیمنت برش میدیم. این قسم شما میتونین که دیجا بیاین چی کار کنین؟ درول بیاین، درول بیاین که اینمی را امی پرچیزنگ که است ای را کستومایز کنین، کم و زیاد کنین. مثلا من ایجا آمدم، در ایجا که آمدم ما میگم در بخش پرچیزنگ کدام صلاحیت است؟ برای ما میگه در بخش سنتر صلاحیت داره. میگم در کستومر سنتر صلاحیت نداشته باشه، امپلای سنتر صلاحیت نداشته باشه، در وندر سنتر صلاحیت داشته باشه، در کمپانی مینوی کمپانی کس میگم در کلندر صلاحیت نداشته باشه، در ریموت اکسس صلاحیت نداشته باشه. به اون شکل در لیست میگم فرق نمیکنه، در ریپورت در وندر پیبل میگم در وندر پیبل سل کو پرچیز آرڈر جور کرده بودن صحیح میگم، ترانسفر انوینٹری کرده بودن میگم نه ای کار کرده نتونه صحیح میگم، انٹر بل کرده میتونه بله، آیتم ریسپت کرده بودن میگم به مو شکل ارجس کوانتیتی بتانه و بلد اسمبلی بتانه این نفر و به مو شکل پیبل نتانه سل کنین پیبل به اون نفر دیگه ما صلاحیت داده بودیم صحیح شد. و ترانسفر انوینتری هم میگم بتانه، بعد از اوکی کلیک کردیم، وقتی که اوکی کلیک کردیم آلی بردوی ازی که از اینمی صلاحیت تعیین شد. ما چی میکنم؟ ما یک صلاحیتی نو جور میکنم بنا ایجا میایم نیو انتخاب میکنم بنام چی؟ بنام پیبل آفیسر، بنام ازی یک صلاحیت جور میکنیم. دیجا در دسکریپشن هر چی که نوشته میکنیم فقط در دسکریپشن اون امور کاپی کردم پیست کردم. خود چی صلاحیت برازی میتیم؟ میگم دیگه هیچ صلاحیت نمیتیم، میایم در بخش ویندر میگم برازی فقط صلاحیتی پیبل میتیم بس خلاص. این که انتخاب کردی فول برش انتخاب کو، بعد از اوکی کلیک کو. اوکی که کلیک کردی آلی ما شما میتونیم چی کنیم؟ در یوزر بیایم، در یوزر که آمدیم با اسلام که هسته ای را ادیت کنیم برشون بگیم که بیادر ای پرچیزنگ از ای ریموو میکنیم. ما برازی یک صلاحیت میتیم که خود ما جور کنیم بنام چی؟ بنام پرچیز آفیسر. دیجا ببینین 100% بنام پرچیز آفیسر او نمو صلاحیت یا رولز میا اینجا آمده. پیبل ببخشین پرچیز آفیسر نی، پیبل آفیسر ای را آرد میکنم، آرد که کلیک کردم او صلاحیت دیجا آمد، بعد از اوکی کلیک میکنیم. یعنی به این شکل شما میتونین که یک کستوم رول جور کنین و یک کستوم رول باز به یک یوزر که شما در برنامه کویک بوکس چی کنین اساین کنین. آل این 3 دانه 4 دانه یوزر جور شد، یک یوزر دیگه ما مانده بنام چی؟ بنام سلام. و ای کس فقط ای آدیت آفیسر ماست، فقط ریپورت هم میبینه. آمده نیو انتخاب کردم، یک یوزر دیگه جور میکنم میگم بنام سلام، ای را پاسورد میدم سلام ات 123 سلام ات 123 و بعد از برازی چی صلاحیت میدم میگم دا پایین میم دینج سل کو بنام یک رول است بنام ویو اونلی، ای را برش ساین میکنم، بعد از او کنتینیو انتخاب میکنم. برای ما میگه با کسی که تو صلاحیتی ویو اونلی میتی برازو کس شما باید یک انتیت اکاونت داشته باشیم. اگر انتیت اکاونتی نفر داره خویی را شما چی کنید؟ دیجا آرد کنید. باز خوبی صلاحیت چیست؟ خوبی صلاحیت نیست که ایمیلی نمیست که شما میتونید که از طریق ایمیل تن آنلاین از طریق اکاونتی آنلاین انتیت کس هم برازی شما انویتیشن روان کنین بمی نفر که ویو اونلی صلاحیت دارین که سلام است، برازو از طریق ایمیل انویتیشن روان کنین که او نفر امو انویتیشن اکسپت میکنه، برازو که او انویتیشن اکسپت کد برازو چی میشه؟ او صلاحیت یا رول چی میشه؟ اساین میشه. ما ایره چی میکنم؟ ویو اونلی ایره ریموو میکنم بخاطر ازی که آل قصه زو باز زیاد میشه. برازو ما یک صلاحیت دیگر را میتونم میگم این نفر که است فقط بخش اینوینتری کار میکنه، اینوینتری را برشارت میکنم. صحیح شد؟ اوکی کلیک کردم. اوکی کلیک کردم اگر پاسورد صحیح باشه پیش میره، اگر صحیح نباشه پیش نمیره. خب شما دیدین که ما 5 دانه یوزر جور کردیم که یک شرمین است و دیگاهش که است ارمین نیست، هر کدامش که است بساسی وظایف مختلف صلاحیت داره. بعد از اون من کلوز کلیک میکنم. حالا شما اگر بخواین که شما ببینی یوزرها را کدام یوزرها در کمپیوتر ما در می کمپانی فایل ما جور کردگی است، میگه از می کمپانی فایل که از 5 یوزر استفاده میکنه که یکیش ادمین است، دیگاهش که است هم اکاونت یوزرهای مختلف است. فعلا ادمین است هر کار در برنامه کویک بوکس انجام داده میتونه. اگر شما بخواین مثلا من پیبل کرده میتونم کدام ممانعت نیست، مسج برای ما نمیتونه. اگر بخوایم که مثلا میک دیپوزیت بکنم هیچ مشکل نیست. خو اگر ما بیایم چیکار کنم؟ د یوزر بیایم د وی یوزر، ما اسلام یوزر لاگین کنم. اسلام یوزر اگر باید تن باشه فقط پیبل کدم میتونیس، دیگه کارا رو نمیتونیس. آمدم چی کردم؟ د فایل آمدم، د فایل که آمدم ای کمپانی فایل کلوز میکنم، سری را باز میکنم.
خب این کمپانی فایل باز ما اوپن میکنم، پاسورد از سر برش دینج سل کنین. خب با بار اول اگر شما کمپانی فایل باز میکنین دو چونم یک یوزر می باشه به این شکل صفحه برتن نمیه که نام یوزر یوزر نیم باشه و پاسورد باشه، چون یک یوزر است ادمین است فقط پاسورد است پیشتن میخواه. بس وقتی که شما بیشتر از یک یوزر جور کنید، اگر دو باشه سه باشه چهار باشه، باز به این شکل صفحه میه. برای ما میگه شما در کمپانی فایلتون چندین یوزر دارین، کدام یوزر باز میکنین، ادمین باز میکنین یا کدام یوزر دیگه است. وقتی که به این شکل صفحه برتن باز شد، شما باید بفهمین که در این کمپانی فایل چندین یوزر ساخته شده و چندین یوزر از این کمپانی فایل استفاده میکنه. ما میگم یوزری که ما میخوام که از این کمپانی فایل استفاده کنه اسلام است و پاسوردش هم که اسلام 823 است. خب شما ببینید کمپانی فایل ما باز شد. حالا شما ببینید که این نفر چه صلاحیت داره. یک تور است، این ما کنسل میکنم، میگم ما تور کار ندارم، این کنسل کردم و آمدم اول میایم در مینوی وندر، چون پیبل دیج است، پیبل اگر کلیک کنم هیچ گپ نیست، این نفر میتونه پیبل کنه. خب اگر ما بیایم در وندر انتر بیل کلیک کنم، برای ما چی میکنم مسیج میتونه. شما میگه ای صلاحیت ندارین، فقط اگر شما میخواین که ای صلاحیت پیدا کنین با ادمنستریتور تن بگین که ای صلاحیت بر شما اجازه بتا گراند کنه. بر صورت شما دیدین که این نفر بدون او نمو یک بخش که به نام پیبل یاد میشه هیچ چیز دیگه کده نمیتونه برنامه کویک بوکس. پس اگر ما یوزر چی کنم، یوزرها رو دیده شاید بتونه دیگه یوزرها رو چقدر یوزر دیجه هستن سل کن، یوزرها دیگه رو دیده میتونه، مگم پاسورد چینج کده، در کستومر کار کده، در بینکینگ و در اینوینتری در ایچ دست داده نمیتونه. خب ما چی میکنم، ای دفعه جان یوزر لاغین میکنم، جان یوزر ای را آمدن در فایل ای را کلوز میکنم، ای را که کلوز کدم اینمی کمپانی فایل باز میکنم و در این دفعه بخیر که است یوزر جان چی میکنم لاگین میکنم. من میگم که یوزر که من لاگین میکنم جان است، پاسوردش جان 823 است و بعد از او اوکی کلیک میکنم. خب جان یوزر اگر بیادتان باشه، جان یوزر چیکاره بود؟ جان یوزر که از پرچیز آفیسر بود. این نفر فقط در مینوی وندر کار کرده میتونست، بدون چی؟ بدون پیبل دیگه زیادتر کارا را کده میتونه. مثلا پرچیز آرده را جور کده میتونست؟ بله اون جور کده میتونه. شما میبینید کدام مسج برای ما نداد. این نفر که از انتر بیل میتونست؟ بله میتونست، مشکل نداره. مگم اگر در پیبل بیایم، شما ببین پیبل کده نمیتونه. اگر در مینوی کستومر بیایم انوایس جور کنه، این کار کده نمیتونه. به مو شکل ما میایم این کمپانی فایلم کلوز میکنم، این یوزرم کلوز کردم، کمپانی فایلم کامل کلوز کردم تا یوزر دیگه لاگین شوه. باز این کمپانی فایل باز کردم، این دفعه چی میکنم؟ ما خو خانه کار کردیم، سلس آفیسر بود، خانه کار نکردیم، یوزر خانه باز میکنم. در این دفعه آمد میگم این دفعه یوزری که باز میکنم خان است، پاسوردش خان 823 است و بعد از اوکی کلیک میکنم. شما ببینین این دفعه ای یوزر که است فقط کارهایی که مربوط مینوی کستومر میشه، او کارهایی که ما اساین کرده بودیم تعیین کرده بودیم اونو رو انجام داده میتونن، دیگه کارا رو انجام داده نمیتونه. به طور مثال ببینین شما، ما میایم در کستومر اگر اینوایس بخوایم، اینوایسی نفر جور کرده میتونه، هیچ مشکل نداره، چون این سلس آفیسر است پرچیز آفیسر نیست. اگر بیای کارهایی که مربوط وندر میشه ای رو دست بزنه، مثلا انتر بیل، این کار کرده نمیتونه. اگر بیای دیج د پیبل به، این کار هم کرده نمیتونه. به این شکل شما میتونین در برنامه کویک بوکس به خود ایزرهای مختلف جور کنین، بر از او رول اساین کنین، یا بلتن رول اساین کنین یا کستم رول اساین کنین. بلتن رول به این معنی که رولایی که صلاحیتایی که جور کردگی سوره برش اساین کنین، و اگر خودتان بخواین که به یک نفر صلاحیت مشخصه از چندین جای صلاحیت مشخصه برش اساین کنین، بازور به نام کستم رول یاد میکنه که برتون گفتم که از کجا میشه، در کمپانی که اومدین دیجا د سیت اپ یوزر رول که رفتین دو طرف بخش رول میرین، اونجا نیو انتخاب میکنین، رول جور میکنین. خب انتیوت اکاونت یوزر منیجمنت، ای د یوزر ادمین کار میکنه و یوزری که او انتیوت اکاونت داشته باشه. یوزر رو خوش شما برتون معلوم است که یوزر که ادمین نیست، به مو خاطر یا کس انتیوت اکاونت هم نداره. ما چی میکنم، یوزر ادمین باز میکنم، اومدم د فایل کلوز کمپانی فایل گفتم، این دفعه ادمین یوزر باز میکنم تا او آپشن هم برتون کار کنم.
خو آمد می نوشته کردم ادمین پاسورد ما چی سوره نوشته میکنم و بعد از اوکی کلیک میکنم. حالی او آپشن کار میده، مشکل نداره. مگم دو ایزارای دیگه که ادمین نیست و انتری رکن بر از او ما اساین نکردیم، او آپشن دو جا کار نمیکنه. فایده جور کردن انتری اکاون چیست؟ ما انتری اکاون به خاطر دیتا پروتکشن جور میکنیم که دیتای ما مسون باشه. اگر خدا نخواسته در آینده در کمپانی فایل ما کدام مشکل پیدا میشه، ما میتونیم که از طریق انتری اکاون که از کمپانی فایل خود بسیار به راحتی ریکاور کنیم. یک مسئله دیگه میتونیم که از طریق یک انتری اکاون که به تمام ورژنای کویک بوکس آنلاین که به دسترسی پیدا کنیم و از طریق زوره استفاده کنیم. خب ایره ما کلوز کردم، ایره کلوز کردم. آلی میم در باز در مینوی کمپانی در اینجا کمان در یوزر انتیر اکانت یوزر منجمنت کلیک میکنم. ایره که کلیک کردین یک چند دقیقه شما انتظار میکشین. خب در داخل برنامه کویک بوکس برای ما یک صفحه دیگه باز میشه به نام انتیر اکانت یوزر منجمنت و از طریق ازی شما میتونین که یوزرهایتان هم منیج یا مدیریت کنین. خب البته برای ازی باید شما اینترنت داشته باشین، یعنی کمپیوترتون باید با اینترنت وصل باشه، بدون اینترنت کار نمیکنه. در اینجا شما ببینین ایمیل فعلی ما رو نشان میده که از طریق از ما در اینتیت در کویک بوکس آنلاین اکاونت جور کردیم و یوزر ما رو نشان میده که یوزر فعلی ما که هست ادمین هستن، رول کدام رول برش تعیین شده، پرایمر ادمین، استیتسش اکتیف هستن. و اگر خواسته باشین یک یوزر جدید جور کنین، در اینجا می در اد یوزر در اینجا که آمدین ایمیل یا منفر نوشته می کنین که شما می خواین از یوزر در اینجا در کویک بوکس شما او را اد کنین. باز اون نفر که هست برای از اون نفر از طریق ایمیلش که هست یک انویتیشن میره، او را اگر اون نفر اکسپت کرد باز دام چیزایش در اینجا میاد. خب البته یک چیز متوجه باشین که اون نفر باید از طریق از ایمیل که هست در انتیر آنلاین که هست اکاونت داشته باشه، اونمو ایمیل که هست کار میکنه، دیگه ایمیلش کار نمیکنه. و بعد از اینکه ایمیل نوشته کردین شما میتونید که رول هم برش اساین کنین. صحیح است، اینجا رولای مختلف است. اگر شما متوجه باشین اینجا رولای مختلف سوره هم اساین کرده میتونین. خب این زیاد کس استفاده نمیکنه، این ما کنسل میکنیم، مشکل نداره، این کنسل میکنیم. شما فقط اینمی را ببینید که در می کمپانی فایلی که به شکل لوکالی ما استفاده میکنیم شما چه قسم یوزر جور میکنیم، برای از رول اساین میکنیم. مسئله دیگه که است منیج لاگ اند سیتینگ است. اگر شما خواسته باشین که اینمی یوزر فعلی تن است که است ادمین سر یوزر که است به شکل دائمی به خاطر یک روز درست اموتو لاگین باشه، یعنی وقتی که شما کویک بوکس باز میکنید، کمپانی فایل باز میکنید، از شما که است یوزر پاسورد نخواهد، باز شما میین در منیج لاگین سیتینگ که می آپشنایی که از طریق ادیت مینو ادیت ما باز میکنید، اون آپشن ها رو میاره برای ما. در اینجا شما میتونین که اینی آپشن انتخاب کنین، کیپ یوزر لاگین فور 2 دیز 3 دیز یک ماه دو ماه سه ماه. و اگر میخواین که نه لاگ آف اوری تایم ا یوزر کلوز د کمپانی اور اگزیت کویک بوکس، اگر انتخاب کردی هر دفعه که شما کمپانی را کلوز میکنی یا کویک بوکس بسته میکنی یوزرتون لاگ اوت میشه، شما مجبور هستین باز از سر وقتی که یوزرتون لاگ ان میکردین پاسورد نوشته کنین. خوی آپشن به خاطر ازی خوب است که اگر شما در یک دفتر کار میکنین متوجه نیستین که نشوه که اگر آپشن پایین کلیک کرده باشین شاید کس بیایه، کس دیگه بیایه از طریق یوزر شما که تیار در کویک بوکس لاگین است یک کاری را بکنه. اگر این آپشن انتخاب کنین هر دقیقی که شما کمپانی فایل کلوز میکنین، کویک بوکس کلوز میکنین، یوزر شما لاگ اوت میشه و کسی نمیتونه که از یوزر شما سوء استفاده کنه. پس ای بود دوستا درس امروزی ما شما.